Can you hear me? It's not only of the earth. اللهم من ارادنی به سوء فعرضه و من کادنی فکید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم، شبتون بخیر. امیدوارم که این شب از ماه رمضان سال جاری هم بر شما پر از ایمان بگذره. امشب جهان آرای موضوع ویژه‌ای داره و البته قبلش عذرخواهی میکنم به خاطر تاخیر در شروع برنامه به دلیل مشکل هماهنگی صوتی با مهمانهای ارتباطیمون، در واقع از طریق خطوط اسکایپ ماجرا طول کشید یه قدری، امیدوارم که ببخشید. موضوع برنامه امشب مربوط میشه به اینکه دادگاهی در آمریکا ایران رو یه بار دیگه محکوم کرده درباره دخالت ایران در ماجرای 11 سپتامبر و گفتن که کار ایرانیا بوده ظاهرا و یه 6 میلیارد دلار ناقابلی اونجا از دارایی های کشور ما در واقع مصادره خواهد شد. نکته فنی ماجرا اینه که مدتی از صدور این رأی میگذره و تا پس فردا فرصت برای اعتراض به این رأی هست تا چهارشنبه پس فردا و هنوز دستگاه های مسئول در جمهوری اسلامی به این رأی اعتراض نکردن. نکته جالبیه و یه قدری هم عجیبه، درباره این با هم دیگه صحبت میکنیم. انقدری عجیبه که عده‌ای قابل توجه از آدم های مؤثر از انجمن های مختلفی در آمریکا و اروپا و چهره های مختلف که حالا دربارهشون حرف خواهیم زد و با سه تا از خود اونها گفتگو میکنیم اعلام آمادگی کردن که حاضرن بیان در دادگاه حاضر بشن و شهادت بدن که ایران در این ماجرا نقشی نداشته. اون آدم ها اصلا هیچ کدومشون ایرانی نیستن. این هم یه بخش دیگه از این ماجرای جالب و عجیبه. آقای نادر طالبزاده اینجا پیش ما هستن، مهمونای دیگه مونم به مرور معرفی میکنم. آقای طالبزاده سلام. سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر، خوش اومدین. خیلی ممنون، متشکرم. فکر کنم به خاطر اینکه وقتمون کمه باید یه قدری با شتاب بیشتری درباره این حرف بزنیم که به این چیزایی که من عرض کردم شما چه نکته اضافه می‌کنین؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. شما فرمودید، این خیلی کوتاه هم اینه که بیش از 3 هفته گذشته ما جوابی ندادیم. پارسال هم همین دادگاه ایران رو به 10 میلیارد دلار متهم کرد. ایران باز هیچ پاسخی نداد و این بار هم باز پاسخی نداده. و نکته جدید اینه که عده زیادی از متخصصین 11 سپتامبر، دانشمندانی که ثابت کردن که 11 سپتامبر یک حقه بوده، پشتش صحنه دیگری بوده، آماده شدن که در هر دادگاهی در هر جای دنیا بیان و شهادت بدن علیه کسانی که این فاجعه رو ایجاد کردن. 9 صبح روز دوشنبه 3000 نفر به کشتن دادن و اینها مهندسین و معماران هستن، اتحادیه مختلف وکلا هستن، دانشمندان مختلف هستن. یه لیست الان 87 نفر افراد و 3 یا 4 انجمن بزرگ علمی در آمریکا اعلام آمادگی کردن که بیان، چون اینا خودشون به تنگ اومدن از این فشاری که این دروغی که همینجور ادامه داشت و این محفل دادگاهی که الان پیش اومده یک فرصتی است که اونا بتونن داد بزنن، بتونن اعتراض بکنن. عرض کنم که مثلا که این یه ماجرای عجیبیه، یعنی من یادمه که توی این سالا از سال 1380 ما که ماجرا اتفاق افتاده تا الان 17 سال گذشته و خیلی از مردم تو دنیا حتی کاملا قبول دارن که این یه فرآیند داخلی اینساید جاب به قول فرنگی یا توی آمریکا، اما ما دوباره یه بار دیگه داریم برمیگردیم به قرائت آمریکایی از مسئله. یعنی حالا این موقع میگفتن طالبان و القاعده و اینا در قضیه مؤثر بودن و یعنی سیرکی شروع کردن، دو تا کشور در همسایگی ما اشغال کردن که سالهای سال هنوز ماجرا ادامه داره.
حالا سر قصه برگشته، نوک این فلش برگشته به طرف ما. یه ذره عجیب نیست بعد از این همه سال به نظر میرسه خیلی ها دیگه قبول دارن، یعنی معتقدن که یه مسئله داخلیه، احتمالاً یه سیرکیه، یه صحنه سازیه. بله، در سال 2006 شبکه تلویزیونی CBS یک آماری گرفت، در سال 2006 متوجه شدن که 84% مردم آمریکا معتقدن یک قصه دیگه پشت صحنه است و یک توطئه هستش. فقط 16% معتقد بودن که همین روایتی که دولت آمریکا اعلام میکنه، کمیسیون 11 سپتامبر. بعد از اون دیگه هیچ جای مینستریم تو آمریکا آمار نگرفت. 2006 این آمار گرفتن، مطمئنن امروز واسه خیلی فرق میکنه. برای خیلی روشن شده و ثابت شده که چه اتفاقی افتاده و از آخرین حماقت‌های این دادگاه در نیویورک این اتهامه. و چون عادت داشتن که ما هیچ وقت پاسخ نمیدیم و منفعل هستیم در مقابل این دادگاه ها، امسال هم باز دوباره نزدیک همون تاریخ دوباره یک دادگاه دیگه تشکیل شد و این اتفاق افتاد. این اعتراض هم که شد از طرف همین گروه 11 محققین 11 سپتامبر شد که اعلام کرده ما آماده هستیم توی هر دادگاهی که ایران بخواد اعتراض بکنه شرکت کنیم و شهادت بدیم علیه دولت آمریکا و این قصه‌ای که ساختن که ایران هم هیچ ربطی بهش نداره. اینا چرا حاضرن بیان شهادت بدن؟ یعنی حالا برای اینکه اینا سالهاست دارن تو آمریکا همین حرفا رو میزنن. الان همین کسی که پشت خط میهمان هستش، آقای کوین برای چندین کتاب تو 11 سپتامبر نوشته. به خاطر 11 سپتامبر از دانشگاه ویسکانسین اخراجش کردن. 11 سپتامبر خط قرمز تو آمریکا. اگه شما روایت رسمی قبول نداشته باشی، اخراج میشی، اصلا استخدام نمیشی. کسای دیگه تو همین سالهایی که ما کنفرانس افق نو داشتیم، مثل آقای وبستر تارپلی یک کتاب دیگه مثلا 11 سپتامبر ترور مصنوعی و یکی دیگه از همون کسایی که توی این لیست هستش آقای گریفین هستش که 13 تا کتاب نوشته. اینا دائم در حال سخنرانی داخل محافل مختلف تو آمریکا هستن. امروز یک مصاحبه نگاه می‌کردم از کریستوفر بولین، خیلی جالب بود، نقش اسرائیل رو داشت کاملا باز می‌کرد. ایشون دائم در حال سخنرانی ولی تو رسانه‌های رسمی نمیتونن ظاهر شن، تو سی بی اس و سی ان ان ظاهر نمیشن و خط قرمزه، یعنی هیچ کس نمیتونه بیاد یه جا این موضوع رو باز بکنه. برای اینا دائم در حال اعتراض هستن چون معتقدن آمریکا روبوده شده است، آمریکا هایجک شده. معتقدن که به خاطر همین دروغ آمریکا 3 تریلیون دلار 13 تریلیون دلار بدهکار شده به خاطر این مثلا جنگ علیه ترور. صداشون در اومد، اینو مدت‌ها دارن داد می‌زنن. حالا یک محفل حقوقی پیش اومده، یه احمق اومده ایران متهم کرده که شما دست داشتین، دستاتی که وقتی که یکی از همین کسایی که امضا کرده سرهنگ ملوف گفتش که وقتی دقت کردیم تو خود کمیسیون 11 سپتامبر که جواب رسمی دولت آمریکاست اومده که ایران هیچ ربطی به 11 سپتامبر نداره، هیچ دخلی نداره. تو خود کمیسیون 11 سپتامبر مثلا این قاضی چطوری همچین رأی رو صادر کرده؟ مشخصه کمیسیون 11 سپتامبر هم نخونده. اینا من شما سوال کنم بعدش بریم با یکی از مهمونامون صحبت کنیم. شما گفتین که وقتی میخواد یه جایی استخدام بشه بعد قرائت رسمی دولتی. بله بله. شما مثلا میخوام برید توی جایی، میخوام دبستان برین استخدام بشین. یکی از سوالی که از شما میکنن اینه که نظرت نه 11 سپتامبر چیه؟ اگه اون قرائت حکومتی رو نگین استخدام نمیشین. اگه بگین اینساید جاب هستش، یه توطئه بوده، اسرائیل پشتش بوده، استخدام نخواهید شد. باید بگه چی؟ باید بگه که همون چیزی که یعنی در واقع القاعده اومده 19 نفر اومدن زدن هواپیما رو، این ساختمون هم با سوخت هواپیما سوخته اومده پایین. ساختمون سوم پنج برادر هیچ چیزش اثبات نکرد، اومده خودش اومده پایین. لذا باید اینه بگید. حتی تو کمیسیون 11 سپتامبر گفتن که کسی در دو ساختمون سوم سوال نباید بکنه. ساختمون شماره 7. اصلا حق سوال شما نداری. تمام مدرک این جنایت رو آمریکا محو کرد، یعنی تمام آهنا رو از آمریکا خارج کرد، چون تو آهنا مشخص میشد که از نانو ترمایت استفاده شده. نانو ترمایت یک C4 هستش که در دهه 90 میلادی اختراع میشه و تا 20-30 روز بعد هنوز داره آهن میبره. اون زیر هم این اتفاق افتاد، یه جور ماده منفجر است که مثلا منفجر است. بله، 3-4 روز طول کشید تا اینو کار گذاشتن، همه رو در آوردن، همه مطالبش الان در اومده است و روشنه که چه اتفاقی افتاده. آقای کوین برت پشت خط ما هستن. آقای طالب زاده یه معرفی مختصر بکنید. بله، آقای کوین برت باز میهمان ما بودن در کنفرانس افق نو در مشهد. این یکی از کسایی هستن که به خاطر ماجرا 11 سپتامبر از استادی اخراج شدن و در دانشگاه ویسکانسین آموزش در واقع تاریخ اسلام و زبان عربی میدادن. ایشون با یکی از کسایی بودن که منظم کردن این اعتراض رو و زحمت کشیدن که این بیانیه رو ما تنظیم بتونیم بکنیم
و این همه افراد و این همه مؤسسات مختلف آماده بشن بیان در هر دادگاهی و علیه اون کسایی که 11 سپتامبر خلق کردن شهادت بدن. درست. این آقای برت در ضمن مسلمان هم هست. بله. ما مترجم در استودیو داریم، در واقع آقای برت سوال ما رو به زبان خودشون میشنوند. میخوام از شما سوال کنم که چرا برای شما مهمه که شهادت بدید ایران نقشی در ماجرای 11 سپتامبر نداشته؟ در حال حاضر روایت رسمی از 11 سپتامبر این هستش که تلاش میکنن جنگی علیه ایران راه بیاندازند، در حالی که توجه نمیکنن که اسرائیل چه نقشی داشته تو این داستان. پس خیلی مهمه که برای ایران تا اینکه حرف خودشو بزنه و بهترین دفاع از خودشو داشته باشه، و فکر میکنم بهترین دفاع از ایران این هست که جامعه بین‌المللی رو متقاعد کنه که باید تحقیقاتی در مورد واقعیت 11 سپتامبر انجام بشه در سال 2001 که این اتفاق رخ داد. چرا برای شما مهمه که ایران در واقع توی این ماجرا دخالتش رو اثبات کنید جعلیه همچنین گزاره‌ای؟ مهمه چرا که 11 سپتامبر یک برنامه برای جنگ تبلیغاتی بود که در 15 سال گذشته شروعش نقطه 11 سپتامبر بود که سبب کشته شدن هزاران نفر شد، و 11 سپتامبر در واقع نقطه شروع این جنگ ها بود، و جنگ هایی که هدف از اون که تخریب کشورهای مختلفی بود که شاهدش بودیم، و کشورهای دیگه هم در این لیست قرار دارند و الان هم دو ایران دارن تمرکز میکنند. و روایت رسمی 11 سپتامبر یک جنگ تبلیغاتی بود و هدف اونها هم الان میخوان ایرانو به قول معروف هدف قرار بدن. ایران باید در مقابل این جریان بایسته. اگر شما رو به دادگاهی بخوان برای شهادت درباره این موضوع چی خواهید گفت؟ من خواهم گفت که در مورد این مسئله از سالهای گذشته مطالعه کردم، بررسی کردم، و شواهد مستندات انبوهی وجود داره که نشون میده روایت رسمی که گفته میشه 19 نفر هواپیما رو بودن و به این برج ها زدند و ساختمان تجار جهانی رو به قول معروف منهدم کردند، روایت درستی نیست و ساختگی و جعلی هست. و من از در دادگاه خواهم خواست که به دنبال شواهد مستندات علمی باشه تا مسئله روشن بشه. شما بابت جمع کردن این امضاها از این عده‌ای که اعلام آمادگی کردن در دادگاه حاضر بشن نگران نیستید برای شما اتفاق بیفته؟ من این مسئله رو از 15 سال پیش پیگیری کردم، تقریبا 15 سال گذشته، و از گذشته به قول معروف این تهدیدها و مشکلات رو باش مواجه شدم. من از یک دانشگاه امریکا که تحت تدریس میکردم از اونجا اخراج شدم، و فکر میکنم که خیلی مهم هست که من به قول معروف این ریسک که داشته باشم ارزشش رو داره، چرا که مسئله مهمیه، چرا که واقعیت رو باید بیان کنیم، و اگر بیان نشه این جنگ ها ادامه پیدا میکنه. کسایی که این نامه رو امضا کردن از جهت وزن سیاسی و اجتماعی تو چه موقعیتی هست؟ یعنی چقدر آدم های تاثیرگذاری میتونن باشن؟ The people who have signed this
بسیاری از امضا کنندگان این نامه استادان دانشگاه های مهم ایالات متحده امریکا و کانادا و کشورهای اروپایی هستند. افراد دیگری هم هستند که بسیار شناخته شده هستند و فعالانی هستند که و برخی از اونها هم کسانی هستند که اطلاعات مستقیمی دارند در مورد این رویدادها و کسانی که در این اتفاقات مشارکت داشتن. فکر میکنم مایکل مألوف که فکر میکنم در این برنامه حضور خواهد داشت یکی از این افراد هست که ارتباط نزدیکی داشته با این اطلاعاتی که در این جریان حضور داشته مطرح بوده، چون ایشون تو وزارت دفاع امریکا حضور داشته و کسانی که این برخی از کسانی که این نامه رو امضا کردن از افراد دستگاه دیپلماسی امریکا، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع امریکا بودن و اطلاعات مستقیم دارن در این خصوص. من از شما تشکر میکنم، خیلی ممنونم که با ما همراه شدیم. چون زمانمون کمه از مهمونهای دیگه همون میخواییم در واقع فرصت بگیریم. ممنونم مجدداً از شما. متشکرم، خیلی ممنون. سلامت باشین. خیلی عجیبه آقای طالب زاده، یه آدمایی تو دنیا هستن که برای روشن شدن واقعیت حاضرن هزینه بدن. بله خیلی عجیبه. چون عصر عوض شده، زمان عوض شده، الان داریم ما به طرف یک جبهه واحد میرسیم دیگه. مهم نیست طرف مسیحیه، مسیحی روشن و به اصطلاح حقیقت جو و حامی حقیقت تو جبهه ماست، میاد اونجا و کمک میکنه. بارها به من گفتن ما حاضرون گلوله بخوریم، بعضی از این نظامی های سابق گفتن ما حاضرون کشته بشیم در این راه، چون خودشون میدونن که آمریکا دزدیده شده، یعنی مدت هاست ربوده شده و داره از دست همه چی از دست میاد. معتقدن که همین جنگ به اصطلاح علیه ترور آمریکا رو میاره زمین، یعنی آمریکا رو به خاک میکشونه و معتقدن که الان این یک فرصتی پیش اومد، روشنم شد که تو این ماجرا ما یک جبهه واحدیم، یعنی با بیدار شده هایی که توی آمریکا هستن، تو اروپا هستن، روشن فکرترین، عاقل ترین، قوی ترین، باسواد ترین، یک جبهه واحدیم. و خیلی هم خوبه که اعلام میکنن که ما حاضرین توی دادگاه بیایم علیه این دیو، علیه این قول، علیه این استکبار بیستیم. اینجا روشن میشه که واقعا تو چه زمانی ما داریم زندگی میکنیم و چه فرصت، چه موقعیتی هم ایران داره. یعنی ایران خودش کم موقعیتی نداره. اون زمانی که الان دارن بیخودی هجره میکنن به ایران، یکی از ضعف‌های بزرگ آمریکا این دروغ 11 سپتامبره. خب وقتی که ما فرصت داریم بریم تو دادگاه، این همه لشکر بیان تو این دادگاه داد بزنن، شلوغ بکنن، چه کاری نمیکنن؟ حتی مثلا من شنیدم بعضی از مسئولین رده بالای وزارت خارجه تو کتابایی که نوشتن گفتن که ما این روایت رسمی آمریکا رو قبول داریم، یعنی همون روایتی آقای ولفوویتس و بولتون قبول دارن، قبول داریم، یعنی همون که مثلا 7% آمریکایی‌ها معتقدن رسمی هستش، 93% مثلا معتقدن که نه این دروغ هستش. آخه این چه وضعی هستش؟ و به خاطر این ما باید، یعنی این سنت سکوت ایران در مقابل این دادگاهی که آمریکا با قلدری میاد تو صحنه، ما از زمان مثلا جانبازای شیمیایی دنبال این ماجرا بودیم که باید اعتراض میکردیم. سنت شده که هیچی نگی. آخه این که برای چی؟ با مشت جمهوری اسلامی انقلاب اصلا جور در نمیاد. یعنی اصلا گروه حقوقدان در امریکا و در اروپا نداریم که این کار رو دنبال بکن. اصلا تو لندن ما آدم های خیلی مشرفی داریم به این موضوع، در امریکا هم داریم. اصلا وارد این حوزه نشدیم. وقتی که آمریکا جسارت میکنه، توهین میکنه، با جوابش بلافاصله بدیم. سکوت کردن اصلا یعنی چی؟ من هر چی فکر میکنم، هر دلیلی بیاریم واهیه. وقتی که بحث میشه که وقتی آقا فرمودن که ما در تو با اون جنایتی که آمریکا یا اف بی آی علیه گروه داویدیان در تگزاس 36 سال پیش انجام داد، اگه اونو میخوام ببریم به دادگاه، اینی که امروز نیویورک علیه ما انجام داده این دادگاه، بی پاسخ بذاریم، خیلی فاصله است بین اون چی که باید باشیم و اون چی که الان هستیم. آخه تو یه چیز شخصی میبینی، هر کسی که احساس کنه حقی ازش جای زایه شده و راه اعتراض داشته باشه، خب نوعاً این کارو میکنه. بله بله. یعنی اگه از جیب من 1000 دلار برداشته باشن، من دنبال این میرم که کی بوده و برسونمش به دادگاه و برخورد جنایی باش بکنم. اینجا 6 میلیارد دلار بیت المال ارزش نداره شما جواب بدین، اعتراض کنین. اونم برای یک پرونده ای که همش نقطه ضعفه. یعنی نقطه ضعفش عجیب، همش برمیگرده به اسرائیل. یعنی کریستوفر بولین یکی از افرادی است که کتابی مفصلی نوشته، او میگه که 4000 نفر، یکی از سوالی که ازش میکنن اینه، 4000 نفر اسرائیلی تبار تو اون ساختمون اون روز نبودن و
بعد گفتن این شایعه است، گفت نه، اینکه خود جروسالم پست گفته و هارس گفته. همون زمان 4000 وقتی که ساختمون اومدن پایین، فامیل های این 4000 نفر تماس گرفته به وزارت خارجه در واقع اسرائیل که ما این فامیلامون چی شدن، گفتن همشون سالمن و برای همشون یه رکوردینگ اومده، یک صوت، یک پیام صوتی اومده مثلا چند ساعت قبل، بعضی موقع یک روز قبل که ساختمون نباشید، ساختمون نباشید اون روز اون ساعت تو ساختمون نباشید. لذا این در جروسالم پست اومده، وزارت خارجه اسرائیل گفته بود این 4000، کس دیگه نگفته، من بار روزنامه اسرائیله. تو هارتس اومده، یک بارم تو نیویورک تایمز اومده، یک بارم تو واشنگتن پست اومده، دیگه هم نیومده. حالا یه اشکال دیگه هم به وجود میاد، حالا علاوه بر اون 6 میلیارد دلار تو این حال و روز اقتصادی که ما داریم، یه 6 میلیارد دلار هم از این ور دست میدیم، یه اتفاق دیگه میفته، معنیش اینه که ما در واقع پذیرفتیم و احتمالاً از این به بعد گفتن اینجور حرفا و نسبت دادن اینجور کارا به ایران دیگه آسان‌تر هم خواهد بود، مستند به این رأی که ما بهش اعتراض نمی‌کنیم. ولی ما به شما عرض می‌کنم آقای بدی، تو این ماجرا چه فرد پس فردا وزارت خارجه، وزارت دادگستری اعتراض بکنه یا نکنه، این ترن را افتاده. یعنی خود انجای مختلف تو ایران، نهادهای مختلف تو ایران قطعاً صداشون در میاد، حرکت‌های مردمی، خود این افراد سکوت نمی‌کنن، اینا اونجا اعلام آمادگی کردن. بله، یعنی سکوت ما دیگه اصلا یه جوری مضحکه، چون در ملای عام هست. مرا پارسال کسی اعتراض نکرد، کسی نفهمید 10 میلیارد ایرانو جریمه کردن، یه مقدارشون برداشتن. امسال دیگه همه فهمیدن، تا این لحظه هنوز اعتراض نشده، با اینکه از سه روزه که از بیانیه خبرگزاری فارس گذاشته، ما با آقای دکتر بورجردی صحبت کردیم تو مجلس در این مورد، ایشون با چندی نفر مسئولین وزارت خارجه و دادگستری صحبت کردن و نتیجه داد؟ تا الان هنوز خبری نیست، کسی چی نگفته. من خواستم بپرسم که مثلا علاوه بر قوه قضاییه و وزارت دادگستری، وزارت خارجه، مثلا از کمیسیون‌های حقوق قضایی مجلس یا بخشی که به سیاست خارجی، کمیسیون‌های که سیاست خارجی مربوطه، یه صدایی در اومده یا نه که شما اشاره کردین به آقای بروجردی؟ حالا دوستان اگر بتونن برای بعدش، حالا الان بحث دیگه داریم، برای بعدش اگر بتونیم با آقای بروجردی هم صحبت کنیم خیلی خوبه. آقای بروجردی انگیزه داشت پس تو این قصه؟ بله، برای خیلی محکم، چون وقتی که ببین این اولا باید روشن بشه ماجرا چی هستش. خود اینکه توی خبر خیلی بلند نمیگیم کاری که این دادگاه کرده خودش عیبه، تفسیر نمیکنم، بس سکوت میکنیم که بگذره. خب بگذره که خودش مضحکه. بعد این اتفاق جدیدی که افتاد و اعلام آمادگی همه اینها، همشون مثل یک لشکر بیدارباش هستن، یک لشکر آماده، و نشون میده تغییر زمانه که ما هممون یک جبهه واحد هستیم. این یک موقعیت جدیده برای آینده جمهوری اسلامی، برای آینده انقلاب اسلامی، با آدم های روشن و بیدار که آمدن ریسک بکنن. یعنی که سوالی بود که اینا واقعا حاضرن بیان دادگاه؟ خیلیش گفت ما حاضرین جونمون رو بدیم این اتفاق، چون میدونه آمریکا از دست رفته، دزدیده شده و پشتش کی بوده و اینکه حق ندارن تو کشور خودشون صحبت کنن. اینا تو اون بعد تو اون محفل حقوقی و دادگاهی که در نیویورک تشکیل بشه، چه در لندن، چه در هر جای دیگه، حاضرن بیان و شهادت بدن. باید به فکر، باید به فکر پلان دو باشی. اگه اینا تو چهارشنبه جواب ندن، باید ببینیم پلان بعدی چیه، که من با بعضی از اینا صحبت کردم، چون ممکنه بازم منفعل باشن، هیچ کار نکنن. الان تو روز روشن ما داریم همه چیز دیگه میگیم، خیلی در واقع ترانسپرنت و شفاف هستش، واضح هستش، و این کلا با مشی انقلاب اسلامی متضاده. این کار یعنی حرف نزدن، اعتراض نکردن، به توهینی که شده اتهامی که بستن، خیلی واقعا چیز عجیبیه. به نظرم میاد که 80 چند نفر حاضرن بیان به نفع ما شهادت بدن، ولی ما از این فضا استفاده نکردیم. آقای اسکات بنت پشت خط ما هستن و ایشون هم از جمله کسایی هستن که این فهرست رو، در واقع این نامه رو امضا کردن به وزارت خارجه ایران و دستگاه های مربوط. آقای طالب‌زاده، آقای بنت هم معرفی میکنید؟ بله، آقای بنت افسر سابق امنیتی وزارت دفاع آمریکا بودن، صدفان دوم هستن و دکترای حقوق دارن و علوم سیاسی، همیشه توی شبکه‌های مختلف خبری ظاهر میشن، صحبت میکنن، من جمله پرس تی وی، من جمله راشد توده و الجزیره، مهمان ما بودن در مشهد و یکی از کسایی که خیلی مسیر حقوقی موضوع هم برای ما تبیین کردن توی برنامه، و از این جهت یکی از کسایی که پای کار هستن و میدونن، کتابایی که نوشتن در تو افشای مسائل خیلی مهمه که رو بعد میشه باز کرد. خیلی خوب. آقای بنت سلام، خیلی خوش اومدین. Hello. Welcome to our show. Yeah.
چطور یه نظام که تو برنامه شما حضور داشته باشم. سلامت باشی. چطور یه نظامی سابق آمریکایی حاضر علیه دستگاه حاکمه آمریکا و به نفع یک کشور دیگه ای مثل ایران شهادت بده؟ صدا ما رو میشنون؟ سوالتون یه بادی تکرار بفرمایید. پرسیدم که چطور یه افسر سابق نظامی از آمریکا حاضر علیه دستگاه حاکمه همون کشور و به نفع کشور دیگه ای مثل ایران شهادت بده؟ من فکر میکنم که صداش اکو میشه. بله صدایشون ضعیف، اگر دوستانمون بتونن حل کنن. به مترجممون نمیرسه صدایشون. صدای داخل صدای رو بریم بالا. یه صدای هم اینجا بدین که ما طبیعتاً ما باید در علیه کسانی که صحبت کنیم که جنایتی رو نه تنها ایالات متحده بلکه نه تنها علیه مردم ایالات متحده بلکه علیه ایران هم مرتکب شدن و علیه کل جامعه جهانی دارن این جنایت رو مرتکب میشن. ما باید به عنوان آدم‌هایی که عاشق صلح هستیم باید از این فرصت استفاده کنیم و به عنوان کسی که طلایه‌دار صلح هستیم، توی امریکا هم فعالان زیادی هستن که میخوان حقیقت رو بیان کنن و مواضعی که ما اتخاذ میکنیم در واقع برای همین هست که ما میخوایم واقعیت 11 سپتامبر هم دقیقا بیان بشه. مثلا ایران چه نقشی توی 11 سپتامبر داشته کاملا مشخص هستش. ما فکر میکنم که ما باید یک فرصتی الان فراهم شده تا علیه مسببان واقعی 11 سپتامبر بیستیم، که همه میدونن که سازمان سیا، سازمان موساد اسرائیل و دستگاه‌های اطلاعاتی از این قبیل یا MI6 به قول معروف دستگاه اطلاعات خارجی انگلیس در این زمینه دست داشتن و دخالت داشتند و الان شمار بسیار زیادی از مردم جهان متوجه این داستان شدند. البته 11 سپتامبر یک داستان ساختگی بوده که نتیجه‌اش کشتار عده زیادی در منطقه خاورمیانه و دیگر مناطق جهان بوده و من در پنتاگون حضور داشتم، در دستگاه نظامی امریکا حضور داشتم، افسر وزارت دفاع امریکا بودم و خودم دیدم که واقعیت داستان به چه صورت باشه و این باید عرض کنم که یک دروغ کاملا ساختگی هست علیه ایران و احساس میکنم که وظیفه من هست که باید واقعیت بیان کنم تا واقعیت گویا بشه. شما چه برداشتی، یعنی به دلیل حضورتون تو وزارت دفاع آمریکا توی دوره‌ای که ماجرای 11 سپتامبر اتفاق افتاده، مشاهده شما یا برداشت شما، دسترسی شما به منابع اطلاعاتی اون دوره به شما چی نشون داده درباره اصل اتفاق؟ صداشون قطع شد. با صداشون ضعیف شد. اگر این صداشون دوستان میتونن به اون ترجمه نمیرسه. بله. بله بله. پس تا مشکل حل بشه ما بقیه بحثمون رو با آقای طالب‌زاده پیگیری کنیم. آقای طالب‌زاده توی سال 1390 ما حدود 7 سال پیش اون ماجرای جنبش 99% والنسیا تو آمریکا اتفاق افتاد. و ما به عنوان ناظر بیرونی که دسترسی هم به محیط داخلی آمریکا نداریم، به عنوان مخاطب، به عنوان روزنامه‌نگار ایرانی وقتی نگاه می‌کردیم تازه اونجا متوجه شدیم که علاوه بر اینکه دولت آمریکا حق حیات برای مثلا مردمی در اون سوی دنیا قائل نیستن، برای مثلا مردم افغانستان، عراق، برای ایرانیا، برای مردم بحرین و دیگران، علاوه بر اینکه سیاه‌پوستا رو به شدت در فشار قرار میدن، دیدیم برای بدنه مردم سفیدپوست کاملا آمریکایی که اونجا حاضرن تو ماجرا دخالت کنن، اندک اعتراضی دارن، برای اونا هم چیزی قائل نیست. یعنی موقعی که بحث جدی میشه با اونا با شدیدترین شیوهی برخورد میکنه. این به نظرم مثلا تو دوره ما لااقل بار اول بود که ما به چشممون میدیدیم و عجیب بود.
چرا اینطوریه؟ یعنی مثلا اونا حداقل باید صورت قضیه رو حفظ کنن، بگن اقلا سفید پوست نمیدونم چشم آبی رو ما حداقل هواشو داریم، ولی مثل اینکه اینجوری نیست. ببینید یه اتفاق خیلی خاصی افتاد از 38 سال پیش، مثلا اوایل انقلاب اسلامی و این مقابله آمریکا با اسلام، با جمهوری اسلامی و اصل مطلب، اتفاقات مختلف. یکی از اون این بود که به طور کسی نمیدونه چه دلیلی آمریکایی‌ها در اوایل دهه 80 کارخونه‌های بزرگ خودشون بردن از کشور خارج. یک طبقه بیکار شد تو آمریکا. یکی دو تا کارخونه نبود. تعداد زیادی از کارخونه شد خیلی، مثلا یک چهارم، یک پنجم پول کارگر بود تو هند و پاکستان و چین و از مکزیکو بر همه جا. این اتفاق همونجوری ناخودآگاه شد. و قشر متوسط آمریکا فقیر شد. این کسی متوجه نیست که فقیر شد آمریکا. الان طبق آمار رسمی آمریکا 44% فقیرن، یعنی 44% یعنی مثلا 15% فقر مطلقه، بقیه با اون چیزی که دریافت میکنن نمیتونن زندگی کنن، خونهاشون رو از دست میدن، تو در معرض خطر هستن و بهتر هم نمیشه، بدتر میشه. فاصله هم خیلی به طور وحشتناک زیاد. تو در دهه 70 اینطور نبود. بخشش برمیگرده، این دلیل عمده که خیلی کارشناسا میگن این بدهی عظیمی است که آمریکا داره، که 13 تریلیون دلارش برمیگرده به این جنگ علیه تروریسم جهانی. یعنی مثلا وارد این موضوع در واقع آمریکایی‌ها بدهکار هستن، چون پول قلابی چاپ کردن، اینکه بتون پشتوانی نداشته پول قلابی چاپ کردن و مثلا حیاتشون با این ادامه پیدا کرده. آمریکا در دهه 70 به جای بدهکار نبود، یعنی مغروز نبود. الان اینطور شده. مثلا یک آمریکای دیگه میشونده نباش صحبت می‌کنین که داش در بین شکاف هست با این رئیس جمهور جدید. یه فاجعه دیگه هم پیش اومد، رئیس جمهور غیر قابل پیش بینی هستش و خیلی‌ها پیش بینی می‌کنن که این شکاف عمیق‌تر و عمیق‌تر خواهد شد. لذا اون جنبش 99% آغاز حرکت بود. الان که این رئیس جمهور جدید اومده سر کار، وحشتناک‌تر از این رسانه‌های اصلی علیش هستن، مثل CNN. هر روز صبح شما نگاه میکنید، نگاه شب نگاه میکنید، همه یه کمپین عظیم علیه او هستش. اونم هوادار داره، هوادار جدی داره. بله. احتمال درگیری در آینده هست. خیلی خوب. حالا این قسمتش عجیب و جالبه که حالا این نظام اجتماعی سیاسی که به هر حال ما دربارش زیاد شنیدیم و چیزهایی میدونیم، میاد به سادگی ما رو محکوم میکنه به کاری که واقعا توش دخالت نداشتیم. اون قسمت جالب و خنده‌دارش اینه که ما درباره مسئله ساکتیم. یه قسمتی ببینیم، برگردیم، وقت زیادی نداریم. چند هفته پیش بود که دادگاهی در آمریکا در حکمی غیابی و بدون ارائه مستندات، جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت بیش از 6 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان کشته شده در حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 میلادی محکوم کرد. حملاتی که اسناد منتشر شده درباره آنها اثبات می‌کند که اتباع عربستان سعودی نقش مستقیمی در هدایت، برنامه‌ریزی و اجرای آن داشتند. جورج بی دنلیز، قاضی آمریکایی که سالهای گذشته نیز احکامی غیابی را علیه ایران صادر کرده بود، این بار نیز در حالی که هیچ مدرک مستندی درباره ادعای دخالت ایران در ماجرای 11 سپتامبر وجود ندارد، بانک مرکزی ایران را مسئول انجام این حملات معرفی و مقرر کرد تا تهران به بازماندگان و خانواده‌های قربانیان ماجرای حمله به مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک و پنتاگون بیش از 6 میلیارد دلار پرداخت کند. حالا و در واکنش به این حکم غیرقانونی، جمعی از چهره‌های مطرح و بین‌المللی در حوزه نظامی و رسانه ضمن ارسال نامه‌ای به وزارت امور خارجه کشورمان خواستار اعتراض ایران به حکم دادگاه نیویورک برای برداشت از دارایی‌های مسدود شده کشورمان به عنوان غرامت حملات 11 سپتامبر شده و اعلام کردند برای دفاع از ایران در دادگاه‌های آمریکا و شهادت به نفع ملت ایران آمادگی کامل دارند. امضا کنندگان این نامه که اکثریت آنها از شرکت کنندگان در کنفرانس بین‌المللی افق نو هستند، به دو دسته تقسیم می شوند. اول، محققان و پژوهشگرانی که سالهاست در حوزه بررسی ماجرای 11 سپتامبر فعالیت می کنند و دوم، مقامات سابق کشورهای غربی و شخصیت‌های علمی، هنری و رسانه‌ای مستقل از سراسر جهان. در بخشی از این نامه که خطاب به وزارت دادگستری و امور خارجه ایران نوشته شده آمده است،
ما همه آماده و مایل هستیم که در دادگاه به نفع بیگناهی ایران شهادت دهیم. این پرونده به شدت ضعیف علیه ایران بر مبنای روایت کمیسیون صهیونیستی 11 سپتامبر از این اتفاقات تشکیل شده است. بدون هیچ تردیدی ما میتوانیم به صورت کامل ثابت کنیم که این روایت از اتفاقات غلط است و بدین ترتیب پرونده علیه ایران را بی اثر و از لحاظ حقوقی خنسا کنیم. این اندیشمندان بین المللی در بخش پایانی نامه خود تاکید کرده اند باور ما این است که اعتراض به این حکم در یک دادگاه آمریکایی موجب می شود ایران به یک برد رسانه‌ای بزرگ در مقابل دشمنانش دست یابد و همچنین احتمال دارد که ایران در پرونده حقوقی پیروز شود. هرچند دادگاه‌های آمریکا ممکن است فاسد باشند، اما آنها هم قوانینی را دنبال می کنند و سوابق قانونی را ثبت و ضبط می کنند. به نظر می رسد اکنون بهترین زمان برای دستگاه دیپلماسی و حقوقی کشورمان است تا یک بار برای همیشه اقدام به ایجاد یک مانع بزرگ در برابر دستاندازی واشنگتن به اموال ملی ایران کند. اقدامی که به پشتوانه حمایت جمعی از متفکران نامدار غربی قطعاً بازتاب بین المللی فراوانی خواهد داشت. برای اونایی که تازه پیچ تلویزیونشون چرخوندن طرف شبکه افق، یه بار دیگه میگم که دادگاهی توی آمریکا حدود 3 هفته پیش ما رو محکوم کرده به اینکه در ماجرای 11 سپتامبر دست داشتیم و این ماجرا در واقع عامل اصلیش ایران بوده و ما رو جریمه کرده به 6 میلیارد دلار جریمه و طبیعتاً از اموال خارج از کشور ایران کسر خواهد شد. نکته جالب توجه در این مسئله اینه که هنوز دستگاه مسئول در ایران با اینکه تا پس فردا فقط فرصت باقی مونده، دستگاه‌های وزارت خارجه، دستگاه دولتی و بقیه مجموعه‌هایی که میتونن نسبت به این قضیه حساس باشن اعتراضی به این حکم دادگاه نکردن. این برای ما عجیبه. به نظرم برای هر آدمی باید عجیب باشه که چرا ما لااقل درباره چیزی که درش دخالت نداریم اعتراض نمی‌کنیم. آقای طالب‌زاده، یه قدری درباره این آقای اسکات بنت در واقع بیشتر توضیح میدین که تا دوباره خطشو بگیرن بچه‌ها و وصل بشه؟ بله. آقای بنت چرا مثلا یه افسر مثلا نظامی اینجوری باید وایس وسط به سمت ما؟ یه کتاب ایشون داره که باید ایران ترجمه بشه، پر از سنده. ایشون تخصصش ارتباط تروریستا و پولی که دستشون رسیده بود بود، یعنی اصلا کار دولتیش این بود که از کجا پول دست اینا میرسه. متوجه شده که بیشترش از طریق آمریکا و عربستان سعودی به اینا میرسه، هم آمریکا هم عربستان سعودی، و افشاگری میکنه، اعتراض میکنه به اون چیزی که کشف میکنه و اهمیت نمیدن، از کار اخراج میشه، بعد زندان میشه و مشکلات دیگه در زندان براش پیش میارن، اذیتش میکنن، تبدیل میشه به این مبارزه که امروز هست. و امسال تو این تو کنفرانس یک گروهی از افرادی که قبلا آدمای امنیتی سطح بالایی بودن، یعنی مثلا آقای معلوف، آقای بنت، اینا برای سطح بالای کاخ سفید باید بریفینگ میکردن هر روز، اینا اومدن شروع کردن و اینا اومدن اعتراض کردن. خیلی هم خوب شد که نهادهای زیرفت مجوز دادن که اینا بتونن بیان ایران و صحبت بکنن. خیلی از این فکرهایی که ما قبلا داشتیم، قبلا ما کنفرانسی داشتیم ولی این با این قدرت نبود و این خودش یک اتحادیه جدیدی رو تشکیل داد، به خاطر اینکه اینا مثل اساتید دانشگاه فقط نیستن، اینا آدم عملیاتی دولت بودن که باید میرفتن مطالب در میوردن، کشف میکنن یه حقیقتی دیگه ای هستش. بعد بعضیشون همشون اخراج میشن، بعضیشون زندان میشن مثل آقای بنت و باشون سختگیری میشه، ولی به هر صورت این واقعیت جدید امروز آمریکاست. این خیلی عجیبه. آقای بنت، من دوباره به شما سلام میکنم. میخوام بدونم شما به دلیل حضورتون در وزارت دفاع آمریکا و نزدیک بودنتون به مسئله و دسترسی داشتن شما در واقع به منابع اطلاعاتی، چی دارید برای ما بگید درباره ماجرای 11 سپتامبر که نشون میده واقعیت غیر از اون چیزی که دولت آمریکا اعلام کرده؟ کاش صداشون رو تو استودیو به ما بدید. بر اساس علوم فیزیک به راحتی میتونم بگم که واقعیت داستان به چه صورت هست و اطلاعاتی هم که وجود داره در واقع مؤید همین داستان هست که آیا این حریقی که در این ساختمان رخ داده به قول معروف از خارج بوده یا از داخل بوده، یعنی مواد منفجره‌ای در داخل ساختمان
ساختمون به قول معروف کار گذاشته شده بوده. و وقتی که بررسی کردیم واقعیت رو متوجه شدیم که همچین حریق گسترده‌ای نمیتونه ناشی از یک هواپیمایی باشه که اصابت کرده باشه، نمیتونه این حریق بزرگ ناشی از مثلا سوختی باشه که توی مخزن هواپیما بوده باشه و بر اساس اون این حریق رخ بده. و اطلاعاتی هم که تو پنتاگون وجود داشت دقیقاً مؤید همین داستان بود. و اما داستان و روایتی که مطرح شد به عنوان روایت رسمی خیلی متفاوت هست به اون واقعیت. واقعیت هایی که اسناد محرمانه نشون میداد که سازمان سیا و موساد و دیسکای اطلاعاتی دیگری که در این زمینه نقش داشتن چگونه این داستان رو طراحی کرده بودند، اما واقعیت را به گونه ای معکوس جلوه دادند. و این در واقع پروژه صهیونیستی بود که به راه انداختن برای این منظور که بتونن مقدمه چینی کنند برای اینکه جنگ افروزی های بعدی باشه تو منطقه. و دیدیم که چه کشورهای هدف این داستان قرار گرفتند و نتیجه این جنگ ها چه شد. چندین تریلیون دلار برای امریکا هزینه به هم راشت. و یه کاری هم که در این دل این جنگ ها نصیب همین حامیان صهیونیستی در امریکا شد، عقد انعقاد قراردادهای چندین میلیون دلاری بود که نصیب اونها شد به انهای مختلف و به اسامی مختلف. و این در حالی بود که شواهد و مدارکی که وجود داره اگر بررسی بشه واقعیت مسئله مشخص میشه. و این نشون میده که واقعیت ها که نه تنها ایران نقشی نداشته، بلکه مشخص میشه که مسببان اصلی این داستان چه کشورهایی بودند. و واقعیت هم دقیقاً بر اساس علوم طبیعی مثل فیزیک نشون میده که همچین اتفاقی نمیتونه به قول من بر اساس اون روایت رسمی که امریکا مطرح میکنه واقعیت داشته باشه. در اون زمان رئیس وقت FBI هم رابرت مولر هم دقیقا به این داستان اشاره کرده بود، یا رئیس وزارت امنیت داخلی امریکا یا دیگر نهادهای اطلاعاتی امریکا اینو میدونستن. اما افرادی مثل پول وولفیلز یا امثال اونها اومدن یه نقشی ایفا کردن برای اینکه بتونن پوششی به وجود بیارن و داستانی رو مطرح کنن که هیچ تناسبی با شواهد و مدارک نداشت. اما الان میبینیم که پیام رسانهای مختلف یا شبکه های دگراندیش یا رسانهای مثل یوتیوب و امثال اون سبب شده که اطلاعات نشر پیدا کنه و مردم به واقعیت ماجرا پی ببرند و تصویر روشنتری پیدا کنن از این که واقعیت 11 سپتامبر به چه صورت بوده و اینکه جنایت جنگی در 11 سپتامبر رخ داد. و خیلی تعجب آور هست که میبینیم الان انگشت اتهام به سمت ایران نشونه میگیرند، در حالی که ایران هیچ نقشی نداشته. و الان هم میتونه ایران این مسئله رو از نظر حقوقی پیگیری کنه. و اگر خاطر اون باشه ایران نقش‌های خودش رو در این زمینه کاملا به درستی در تاریخ ایفا کرده، چه کمک‌هایی کرده برای به کشورهای دیگه. و فکر می‌کنم این نقش رو میخوام بگم اینجا، من به عنوان یک امریکایی بگم که خدا به ایران عمر یعنی حیات مستمر بده به مردم ایران، چرا که نقش ایفا کرده، نقش سازنده بوده و مثبت بوده. و این حرفایی که منتسب میشه به ایران هیچ تناسبی با واقعیت نداره و ما باید در کنار همدیگه بایستیم تا بتونیم این واقعیت ها رو روشن کنیم. و چرا که مستندات رو میدونیم، واقعیت ها رو میدونیم، باید حقیقت رو بیان کنیم. ما هممون باید از این انقیاد و بندگی رها بشیم. کسانی که تلاش میکنند ما رو در مسیر هدایت بدن که با واقعیت و حقیقت تناسبی نداره. و من میخوام که ملت ایران و دولت ایران بدونن که ما حاضر هستیم در دادگاه ها هم اینو به عنوان شهادت مطرح کنیم که واقعیت ها به چه صورت هست. ما سندهایی که داریم، مستنداتی که داریم، همه رو حاضر هستیم بیان کنیم و شهادت بدیم که واقعیت به چه صورت هست. و ملت امریکا هم باید واقعیت رو بدوننده. و ما به عنوان کسایی
کسانی که به عنوان افسرهای سابق نظامی در دستگاه وزارت دفاع آمریکا بودیم، میخوایم واقعیت این جنایت‌ها رو بازگویی کنیم و افشا کنیم. برای حاکمیت آمریکا مهم نبود جون اون، یعنی مهم نیست جون اون چند هزار نفری که توی اون برج‌ها در واقع کشته شدن؟ اینا دیگه تبع آمریکا، اینا اتباع آمریکایی بودن دیگه، اینا که دیگه از جای دیگه نیومده بود. میدونید که یک ضرب المثلی وجود داره که شاید خونی ریخته شده بدون اینکه برای اون خونبهایی پرداخته بشه. کسانی که آتش نشان بودن، نیروهای امدادی بودن، اومدن کمک کردن، اونها هم دچار سانحه شدن. هزاران نفر هم دوری که شما اشاره کردید جانشون از دست دادن، ساختمون با خاک یکسان شد، بسیاری از آمریکایی ها عزیزان خودشون از دست دادند. و اما واقعیت ها برای بسیاری از آمریکایی ها پوشیده بود و اونها نمیدونستن، اما الان با توجه به امکاناتی که جدیدی که فراهم شده، واقعیت ها بیشتر روشن شده و واقعیت ها بیان شده و روشنتر شده. اما الان میبینیم یه داستان مضحکی راه میندازن به عنوان طرح اتهاماتی علیه ایران که ایران در 11 سپتامبر دست داشته. این همون داستان دسیسه چینی و توطئه چینی هست که علیه ایران اون دستگاه های پنهان به راه انداختند. و ما اما کسانی که توی نیروهای ویژه عملیاتی امریکا بودن، تو ارتش امریکا بودن، تو وزارت دفاع امریکا بودن، تو دستگاه مختلف نظامی امنیتی بودن که واقعیت ها رو میدونستن، مثل خود بنده و افسران شبیه بنده حاضر هستیم این واقعیت ها رو بیان کنیم و افشاگری کنیم. و از سالها قبل هم این کار رو انجام دادیم، چرا که برای ما عدالت مهم است و صلح و بیان حقیقت مهم هست. ما میخوایم این واقعیت ها و حقایق بیان بشه تا اینکه مردم امریکا از اون فضای مسمومی که ایجاد شده، واقعیت ها به قول مفتی این فضای مسموم گم شده بیان بشه و کنشگری های بسیاری هم در داخل امریکا در جریان است تا اینکه این واقعیت ها بیان بشه و این تلاش و پویش گسترده گسترش پیدا کرده. و الان نمیدونم چرا مثلا همین داستان علیه ایران راه میفته و واکنشی بروز پیدا نمی کنه. ما در کنار حقیقت ایستادیم و میخوام این حقیقت بیان بشه. این حکم دادگاه به نظر شما با دلارهای سعودی ها ارتباطی داره؟ همونطور که میدونید عربستان سعودی نقش آفرینی زیادی داشته، اما از یک بُعد دیگه باید توجه داشته باشیم که حکومت سعودی خودش به نوعی دست نشانده و عروسک خیمه شب‌بازی ایالات متحده به شمار میره. نکته مضحکش این هست که گفته میشه 19 نفری که عامل حوادث 11 سپتامبر بودن، همون روایت رسمی سعودی ها بودن، اما حالا نمیدونیم چطوری هستش که پول های عربستان سعودی یا حمایت های عربستان سعودی در این جریان ها به قول معروف برجسته میشه. و میدونید که عربستان سعودی اگه به سابقهش نگاه کنیم، نگاه میکنیم میبینیم که امریکا شماری از همین اتباع سعودی رو در زمان حیات شوروی سابق تو عربستان بهشون بالا پر داد، بهشون حمایت داد و اینها در طول زمان شدن تروریستایی که گفت خودشون میگن عوامل حوادث 11 سپتامبر بودن. یعنی این تناقض ها رو تو این داستان کاملا میبینیم. و اما میدونید که پولهای عربستان سعودی توی بانکهای مختلفی که توی سوئیس هست، توی کشورهای مختلف هست، جریان پیدا میکنه و ازش استفاده میکنند برای اینکه حمایت داشته باشن از عمال خودشون در کشورهای مثل لیبی یا تروریستای دیگه در کشورهای دیگه تا اهداف خودشون رو محقق کنن توی منطقه. الان هم میبینیم که دولت ترامپ خیلی نزدیک شده به عربستان سعودی و اون شبکه
تروریستی و جنایتکاری که تو عربستان سعودی وجود داره برای حمایت مالی از این عمالی که به اقدامات تروریستی مبادرت میکن. اما نکته جالب این هستش که کسی انگار جلوی این جریان نمیسته. این یک جریان به گونه‌ای هستش که چطوری بگم، واقعیت‌ها رو مغلوبه جلوه میدن. الان مقالات و مطالب متعددی داره نوشته میشه تا این واقعیت بیان بشه، افشا بشه، و کسانی هستن که خودشون قبلا تو دستگاه اطلاعاتی بودن، نظامی بودن یا وزارت امور خارجه بودن، تبدیل شدن به افشاگران. اینا افشاگرانی هستن که دارن واقعیت‌ها رو بیان میکنن که مثلا پول عربستان سعودی یا دستگاه اطلاعاتی کشورهای دیگه چه نقشی داشته و به عنوان بانکداران یا حامیان این جریان بودن، با CIA چه ارتباطی داشتن برای اینکه این جریان ها رقم بخوره، و اتفاقاتی که شاهدش بودیم مثل 11 سپتامبر. و کاملا مشخص است که این همون دلارهای نفتی که شما اشاره کردیم بهش در این زمینه چه نقشی داشته. البته این داستان تازگی نداره، از زمان دولت باراک اوباما هم این داستان ما داشتیم، و الان باید این جریان با توجه به نزدیک شدنی که رخ داده بین دولت ترامپ و حکام سعودی، این داره شدت پیدا میکنه. الان هم میبین که جنگ های داخلی که به اسم جنگ داخلی در کشورهای منطقه را انداختن، عربستان سعودی و در کنار اونها امریکا و اسرائیل در دوشادوش هم ایستادن و به عنوان مثلث چه نقشی دارن ایفا میکنن برای اینکه این مسئله رو به قول معروف منطقه پرتنش‌تر کنند. من شما خیلی ممنونم از روحیه حقیقتی شما، تشکر میکنم، براتون آرزو موفقیت دارم. آقای طالب زدگی، ماجرای هست حالا اگر مثلا از داخل یه شومنی چیزی حاضر میشد با مثلا حرف دستگاه حاکم آمریکا همراه بشه، اونو کلی روش مانور میکردن، یعنی از این فرصت استفاده میکردن، یه کسی، یه بچه، یه موجود جالبی مثلا پیدا بشه که گاهی هم پیدا میشه تو سطوح خیلی پایین تر، یعنی آدم بی سواد مثلا بی رتبه ای، کاملا ازش استفاده میکنن و بارها نشون میدن، لااقل مصرفش میکنن تا یه دوره. اما به نظر میاد ما از این جمع 80 چند نفره که لااقل یه بخش عمده ایشون از سطح مؤسسه بزرگ حقوقی که مثلا همون اجتماع مهندسین و معماران حقیقت یا 11 سپتامبر بیش از 2400 تا مهندس صاحب نام هستن. اینا غیر از این هست چونه، و اینا پای کار اومدن و اعلام کردن که ما جمع آماده هستیم. میدونین آقای بدری، من اصلا با ماجرای 11 سپتامبر کار ندارم، ما با داخل ایران کار دارم. برای من سوال، و تو این برنامه جهان رو دارم این عرض میکنم، سواله که ما در چه وضعی هستیم که کشور ما، یعنی اینقدر ما منفعلیم که هیچ اکشن ما نشون نمیده. پس چی شد اون روی انقلاب؟ ما چجوری خرمشهر رو گرفتیم؟ چجوری فاو رو تونستیم نگه داریم؟ ما چطور تونستیم دست خالی اونجوری بایستیم؟ و این بعد از ولایت امام یک سنتی پیش اومد که ما در مقابل خیلی از مسائلی که باید میستادیم محکم قلدرانه کار میکردیم، یه بخشش همین حقوقی بود دیگه. امام گفتن که نذارین اول کشتی جنگ آمریکا وارد تنگ بشه رد بشه، بزنینش. این دادگاه از کشتی جنگی خیلی بدتره. بله. همینجوری رد شدن اومدن تو. این چه وضعی ما داریم که یعنی سکوت، انفعال، اصلا من اینو نمیفهمم. یه جنگ عجیبیه اصلا. یعنی یه جوری آدم احساس میکنه غریبه است. یعنی من 3 هفته است که داره 4 هفته میشه دیگه، از داره میرسه به اونجا. مطمئنم تو چهارشنبه هم احتمالاً کسی کاری نمیکنه. ولی مطمئن باشین نهادهای زیادی تو ایران، انجای زیادی، دانشجویان اینا شلوغ میکنه، اعتراض خواهند کرد. بگو شما چرا سکوت موندن با این دادگاه آمریکا؟ این یک جنایت هولناک، پشتش اسرائیل بوده. این همه چیز تو یک لشکری از این آمریکایی‌ها اومدن بیان شهادت بدن، شما باز دست میذارین رو دست تماشا میکنین، نگاه میکنین. این من این موضوع رو نمیفهمم، اصلا با دادگاه کار ندارم، این موضوع اصلا نمیفهمم. و به نظر من یه تحولی با پیش بیاد، بی برکتی از همین چیزا میاد که وقتی سکوت میکنید، یعنی مثل اینکه ما گناهکار بودیم، ما کردیم اون کارو، و این پارسا رو همین کارو کردیم. یعنی این چون سابقه داره، پارسال هم میکاری کردیم، در تو جانبازان شیمیایی هم میکاری کردیم، توش دادگاه حاضر نشدیم، ایرباس هم سکوت کردیم، یعنی نکشیدیم آمریکا رو به دادگاه، باز قلدرانه برخورد میکردیم. این فاجعه است که من این قسمت رو نمیفهمم. به نظرم مشی انقلاب اسلامی این نیست. این عجیبه واقعا. اگر آقای مایکل مألوف آماده است و میتونیم باشون صحبت کنیم، باشون رو به چند دقیقه صحبت کنیم اگر برقراره.
بله دوستان من خواستن از آقای علایالدین بروجردی هم به اندازه یه سوال اگر بتونستن ارتباط بگیرن، ظاهرا هنوز ارتباطمون با ایشون هم برقرار نشده، اگر ممکنه یه قسمتی رو پس پخش کنیم برگردیم، زمانمون دیگه خیلی کم مونده. مهر ماه سال 1392 بود که بسیاری از رسانه‌های مطرح غربی یک تیتر واحد را برای صفحه اول خود انتخاب کردند. ایران کنفرانس ضد صهیونیستی را لغو کرد. ماجرا به تصمیم وزارت امور خارجه برمیگشت، جایی که مقامات دستگاه دیپلماسی کشور معتقد بودند که برگزاری چنین کنفرانسی با حضور چهره‌های مطرح و اندیشمندان معروف ضد اسرائیلی در تهران میتواند به روند برگزاری مذاکرات هسته‌ای در آن زمان میان ایران و گروه پنج به علاوه یک آسیب بزند. هرچند توضیحات دبیر این کنفرانس درباره ضد اسرائیلی بودن محتوای افق نو و کمک آن به مقابله با صهیونیست‌هایی که مخالف توافق دو طرفه میان ایران و طرف غربی بودند، نتوانست در آن زمان مسئولان سیاسی کشور را قانع کند تا مانع از برگزاری کنفرانس نشوند، اما دومین کنفرانس بین المللی افق نو بالاخره با یک سال تأخیر در سال 93 برگزار شد. برگزاری این همایش کمک قابل توجهی به مراکز مطالعاتی و دانشگاهی و محافل سیاسی کرد تا با ایده ها و تئوری های یک جریان فکری جدید در غرب آشنا شوند. همین استقبال عمومی از برگزاری افق نو بود که باعث شد تا سه دوره دیگر از این همایش نیز در سالهای بعد برگزار شود. اما با وجود برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای برگزاری ششمین دوره کنفرانس افق نو در اسفند 96، نهادهایی که مسئولیت پشتیبانی از برگزاری این کنفرانس و دعوت از حدود 40 اندیشمند بین‌المللی را بر عهده داشتند، از اجرای وظایف اندیشه‌ای و فرهنگی خود شانه خالی کردند تا این برنامه نتواند در زمان مقرر برگزار شود. هزینه برگزاری این کنفرانس تأثیرگذار بین المللی حتی در حد نیمی از برخی هزینه‌هایی که به منظور فعالیت‌های فرهنگی در ایران صورت می‌گیرد نیست، اما بازتاب رسانه‌ای و هویتی آن در جهان بسیار بالاست. تا جایی که هر دوره و پس از برگزاری افق نو، رسانه‌های جریان اصلی غرب تلاش می‌کنند تا به صورت پرحجم علیه آن و حاضران در کنفرانس فضاسازی تبلیغاتی انجام دهند. افق نو پارسال قرار بود همزمان با گرد همایی منتقدان آمریکا در نیویورک، جمعی از اندیشمندان بین المللی ضد صهیونیستی را در تهران گرد هم بیاورد و رسما به محور جبهه مقاومت جهانی در برابر استعمار نئولیبرالیسم تبدیل شود، اما با عدم همراهی برخی مسئولان لغو شد تا در نهایت و با حمایت آستان قدس رضوی چند ماه بعد به میزبانی مشهد مقدس برگزار شود. سوال اصلی ما امشب در برنامه جهان آرا اینه که وقتی دادگاهی توی آمریکا علیه ایران رأی میده و ما رو عامل اصلی ماجرای 11 سپتامبر در حدود 17 سال پیش معرفی میکنه و جریمه میکنه و از جیب ما پول برمیداره، چرا ما در فرصت قانونی موجود که میتونیم لااقل به حکم دادگاه اعتراض کنیم، ما یعنی دستگاه‌های مسئول مثل وزارت خارجه، وزارت دادگستری یا قوه قضاییه و بخش‌های دیگه که ممکنه در این ماجرا دخیل بشن، چرا این کارو نکردن تا پس فردا فرصت باقی مونده و هنوز این اتفاق نیفتاده؟ الان پشت خط ما آقای مایکل مالوف، در واقع درجه دار سابق وزارت دفاع آمریکا، پشت خط ما هستن و از جمله اون فهرست 80 چند نفره ای که اعلام کردن حاضرن در هر دادگاهی بیان به نفع ایران شهادت بدن و مدارک و مستنداتشون ارائه کنن، درباره اینکه این یه فرایند، یه اتفاق داخلی در آمریکاست، نه چیزی که به خارج از اون کشور مربوط باشه. آقای مالوف سلام. سلام عرض می‌کنم. تشکر می‌کنم. خیلی ممنون که توی برنامه شما حضور دارم. شما چرا حاضرید در دادگاه علیه ایران، علیه آمریکا و به نفع ایران شهادت بدید؟ بر اساس اطلاعاتی که دارم باید عرض کنم که حاضر هستم در دادگاه حضور پیدا کنم و شهادت پیدا کنم، اونم بر اساس یافته هایی از کمیسیون 11 سپتامبر
منتشر کرد و گفت که ایران هیچ نقشی نداشته توی حادثه 11 سپتامبر و هیچ جنایتی یا جرمی در این زمینه مرتکب نشده. و متن گزارش کمیسیون 11 سپتامبر هم دقیقا این نکته اومده، اما الان میبینیم که اتهاماتی ساخته و پرداخته شده مبنی بر اینکه ایران با القاعده تبانی داشته و کسانی که از عناصر القاعده به ایران آمده شد داشتن، در حالی که در واقعیت هیچ ارتباط یا تبانی بین ایران و القاعده نبوده و هیچ به قول معروف ارتباطی با القاعده نداشته. و میدونید که اساسا تفاوت‌های ماهوی وجود داره بین دیدگاه‌های القاعده و حکومت ایران و ایران نمیتونسته این ارتباط رو داشته باشه با القاعده. پس بنابراین این ادعایی که مطرح هست در مورد ارتباط ایران و حکومت ایران و القاعده ادعای بی اساسی است. و میخوام اینو عرض کنم که اون زمانی که اتهامات مطرح شد من خودم توی پنتاگون بودم و به اسناد و مدارک هم دسترسی داشتم و هیچ اسنادی نشون نمیداد که بین ایران و القاعده هیچ ارتباطی وجود نداره، به ویژه توی داستان و ماجرای 11 سپتامبر. و تحقیقاتی هم که انجام شده دقیقا مؤید همین داستان هست، هیچ سند و مدرکی برای این داستان وجود نداره. همه مستندات اطلاعاتی که انجام شده و بررسی‌هایی که دستگاه‌های اطلاعاتی انجام دادن مؤید همین داستان هست و توی گزارش‌های کمیسیون 11 سپتامبر هم این اومده که هیچ سند و مدرکی وجود نداره که ایران مداخله‌ای داشته. به همین علت ما حاضر هستیم که این واقعیت رو بیان کنیم و خیلی باید با صراحت ایران هم دولت ایران، حکومت ایران باید درخواست فرجام خواهی داشته باشه و درخواست تجدید نظر در این حکم دادگاه مطرح کنه. امضای این نامه برای شما ممکنه مشکلاتی درست کنه؟ بابت این نگران نیستیم؟ نه، من نگران این داستان نیستم. چرا که کاملا روشن هست که ما هیچ تردیدی هم نداریم که ایران در این ماجرا هیچ نقشی نداشته و اعتقاد راسخ دارم به حرفی که میزنم. همطور که اسکات بنت هم اشاره کرد، ایشون هم کی بوده؟ اسکات بنت که مهمان شما بود، ایشون توی جز افسران دستگاه نظامی امریکا بوده. چطوری ممکن هستش که مثلا فرض فهمیدی یک هواپیمایی با سرعت مثلا 600 مایل در ساعت بیاد و برخورد کنه و همچین حریق و همچین تخریبی رخ بده؟ خب این معلومه که نمیتونه عامل خارجی عامل این انفجار و تخریب باشه و همچین دودی رو به وجود بیاره. ما در حرفی که میزنیم، صحبتی که مطرح میکنیم، هیچ تردیدی نداریم. و میدونید که توی گزارش کمیسیون 11 سپتامبر هم 28 صفحه سند بود که محرمانه بود و منتشر نکرده بودن، اما بعدن که وقتی که منتشر شد مشخص شد که نقش حکومت سعودی تو این 28 صفحه بهش اشاره شده بود و دلالت‌های مستقیمی وجود داشت بر اساس مستنداتی که وجود داشت. اما نسخه محرمانه این گزارش نشون میده که این 11 سپتامبر بین 11 سپتامبر و شاهزاده بندر به سلطان که یکی از شاهزاده‌های مطرح عربستان سعودی بوده چه ارتباطی وجود داشته و ارتباطاتی که وجود داشته، جلساتی که توی کالیفرنیا داشتن و یک عملیات سیاهی توسط بندر بن سلطان برای این جریان وجود داشته و بررسی ها و کاوش های لازم در این زمینه انجام نشده. باید اینها بیشتر واکاوی بشه. شما اطلاعات نگفته ای دارید درباره ماجرای 11 سپتامبر که بتونید الان در اختیار ما بذارید؟ Just the research that I did.
تحقیقاتی که بنده انجام دادم و دفتر تحت نظر من تو اون زمان انجام داد نشون میده که تمام دستگاه‌های اطلاعاتی امریکا واقعیت‌ها رو میتونستن، حتی دستگاه نهادی که من توش کار میکردم، و نشون میده که دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی، یکی از دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی که بی ام بی بوده اسمش، یه دستگاه اطلاعاتی آلمانی هست، نشون میده که کانال‌های ارتباطی که وجود داشته عوامل پشت پرده رو مشخص میکنه و اون ارتباطاتی که در اون کانال‌های پشت پرده وجود داشته، و نشون میده که القاعده چه تحرکاتی قبل از 11 سپتامبر داشته، و گزارش‌های بی ام دی که منتشر کرده دستگاه اطلاعاتی آلمان، منابعی که داره منابع چندان موثقی نیست. میخوام اینو عرض کنم که اطلاعاتی که منتشر شده باید بررسی بیشتری صورت بشه، و اتهاماتی هم که الان متوجه ایران هست بر اساس این دستگاه اطلاعاتی نمیشه بهش استناد کرد. من شما تشکر میکنم از آزادی خواهی شما، از حقیقت جویی شما ممنونم. شب شما بخیر. حالا اونجا شب نیست البته. Thank you so much. May God bless you. خیلی متشکرم. الان دوستانمون گفتن که باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرده که واکنش سخنگوی وزارت خارجه به حکم دادگاه نیویورک درباره 11 سپتامبر این بوده که ایشون گفتن جمهوری اسلامی صدور احکام غیابی مغرضانه سیاسی و بدون پایه و اساس مراجع قضایی آمریکا رو شدیداً محکوم کرده و اینجور احکام در واقع فرامرزی و غیرقانونی رو مردود اعلام کرده. من خیلی ممنونم از اینکه واکنش به این مسئله نشون دادن. آقای طالب‌زاده، نکته چیزی باقی مونده؟ دیگه از اینجا بعد یه تکلیف روشنه و مطالب اینجا گفته شد. این یک عرصه جدیده، یک زمان جدید هستش. یه امتحانی هم برای ما هستش که آیا میخوام همین سنت رو قبلا داشتیم ادامه بدیم، یا میخوام وارد یک عرصه بشیم و این یک اتمام حجته. وقتی که اینا میان تو صحنه، کسایی که هستن و روی موضوع کار کردن با این صراحت میخوان صحبت بکنن و بیان و توی دادگاهی شهادت بدن، ایرانی که باید، یعنی فقط دولت ایرانی که میتونه پرونده رو باز کنه و بعد تو این ماجرا دیگه نباید بازی کنه، چون الان در ملأ عام داریم صحبت میکنیم، همه چی روشن شد. همین که تو شما 4 هفته هم سکوت کردیم خیلی بده. این نشون میده از یه چیزی، از یه حال بدی در داخل نشون میده که شما حال حرکت، حال اعتراض نداره. این خود غریبه میشیم. این باید اصلاح بکنیم. و به نظر من اون قشر جوان تو این کشور، دانشجویان، مردم، نهادهای زیاده مدیر، من خبر دارم، سکوت نخواهند کرد و این اعتراض که در روز آینده انجام بشه چه نشه، این ماجرا ادامه پیدا خواهد کرد و باید وارد عرصه جدیدی بشیم. وقتی که افراد دیگه میان و یک لشکری از آدم های آگاه به ما میپیوندن، این یه عرصه جدیده و این یک موقعی که اولین قدم همین رسانه است که باید ابلاغ بکنه. این کار خوبی که افق کرده، یعنی که خبر باید ادامه پیدا کنه. فارس اون موضوع خوب کار کرد، شبکه‌های دیگه سایت ها خوب کار کرده و از حالت سکوت و انفعال باید در بیان. این حیثیت ماست. به نظر میاد ما باید به دلیل این انفعال فکر کنیم. این خیلی عجیبه دیگه. نکنه کسی مثلا این مسئله شخصی داره، یه کسی که میخواد تصمیم بگیره مثلا یه گیری داره، یه چیزی شده که مثلا حالشون نداره نسبت به این چیزا، یا انگیزه نداره. این به نظرم چیز عجیبیه. من از شما ممنونم، تشکر میکنم، زحمت کشیدین. از مترجممون آقای یعقوب جوادی، بله، آقای یعقوب جوادی تشکر میکنم، خیلی زحمت کشیدن. گفت معیار علی سجده طولانی نیست، پای تاول زده و پینه پیشانی نیست، خبر این است خبر، صبر علی سر آمد، دهل جنگ بکوبید که حیدر آمد، فاتح بدر و احد میرسد از راه، علی مرد همواره توکل تو علالله، علی شب شما بخیر، خدا نگهدار.